بنابر گزارش‌های دریافتی، علی‌رغم درخواست برای برقراری آتش‌بس در ماه مبارک رمضان، درگیری بین ارتش سودان و گروه شبه نظامی نیروهای پشتیبانی سری مجدداً در روز دوشنبه در خارتوم پایتخت این کشور رخ داد. با هم گزارش میلاد شادمان را ببینیم. سودان از آوریل 2023 درگیر جنگ بین ارتش و گروه شبه نظامی RSF است. علی‌رغم درخواست برای برقراری آتش بس در ماه مبارک رمضان از سوی دبیر کل سازمان ملل متحد و شورای امنیت، درگیری بین ارتش سودان و گروه شبه نظامی نیروهای پشتیبانی سری RSF مجدداً در روز دوشنبه در خارتوم پایتخت این کشور ادامه داشت. به گفته شاهدان عینی، نیروهای ارتش به مواضع نیروهای RSF در جنوب و شرق خارتوم و شمال شهر بحری حمله کردند. همچنین درگیری بین دو طرف در امدرمان در غرب خارتوم گزارش شده است. ارتش سودان مدعی است که نیروهایش 7 خودروی نظامی و 2 کامیون نفتی متعلق به نیروهای RSF را در شمال بحری منهدم کردند. بر اساس گزارش‌های دریافتی، چندین جنگجوی گروه شبه نظامی نیروهای پشتیبانی سری RSF در این حمله کشته شدند. هیچ اظهار نظری از سوی گروه‌های شبه نظامی در مورد این بیانیه صورت نگرفته است. گفتنی است که شورای امنیت سازمان ملل متحد روز جمعه خواستار توقف فوری درگیری‌ها در سودان در ماه مبارک رمضان شد که قرار بود از روز دوشنبه آغاز شود و دبیر کل سازمان ملل هم خواستار احترام به ارزش‌های این ماه شده و توصیه به آتش بس میان طرف‌های درگیر در سودان نموده بود. پیشنویس قطعنامه‌ای که توسط بریتانیا صادر شد همچنین از همه طرف‌های درگیر خواسته بود تا از طریق گفتگو به دنبال راه حلی پایدار برای خاتمه جنگ و درگیری ها باشند. سودان مدتی است که درگیر جنگ بین ارتش به رهبری ژنرال عبدالفتاح برهان که رئیس شورای حاکمیتی حکومت نظامی است و گروه شبه نظامی نیروهای پشتیبانی سری RSF شده است. بر اساس آمار سازمان ملل، در این درگیری‌ها که در آوریل 2023 آغاز شد، حداقل 13900 نفر کشته و بیش از 8 میلیون نفر آواره شدند. لازم به ذکر است که تاکنون چندین توافق آتش بس با میانجیگری عربستان سعودی و میانجی‌های آمریکایی در پایان دادن به خشونت‌ها در سودان شکست خورده است. میلاد شادمان، خبرگزاری اخبار شیعه.